آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران توضیحات لازم در مورد فعالیت‌های گذشته‌اش را که هنوز برای این نهاد مورد پام است ارائه نداده است. گیتو آریان در این باره گزارش می‌دهد. جدیدترین گزارش ماهی آژانس در مورد برنامه اتمی ایران آماده است تا در جلسه هفته آینده شورای حکام اون نهاد مطرح بشه. آژانس میگه پس از ماها ایران هنوز توضیحات لازم در مورد علت وجود ذرات اورانیوم در سه سایتی رو که آژانس از اونها دیدن کرده ارائه نداده. سه ماه پیش هم همین نظر در گزارش پیشین آژانس آورده شده بود. به گفته دیوید آلبرایت کارشناس پیشین آژانس چندین سایت با خروج مدارک فعالیت های گذشته ایران توسط اسرائیل تازه بر ملا شد آژانس گزارش داد که سایت دیگر یعنی لویزان شیان در سال 2004 کاملا با خاک یکسان شده بود و این یکی دیگر از اقدامات ایران در پنهانسازی فعالیت های اتمی خود بود به گفته آژانس در آن محل کار بر روی تولید فلز اورانیوم شده بود در جلسه پیشین شورای حکام سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان آماده بودند که قطعنامه در توبیخ ایران برای رایگیری ارائه بدن که در لحظه آخر انصراف دادن اون موقع گفتگوهای پشت پرده در مورد مذاکرات وین در جریان بود و رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم خبر از گفتگوی جدید با ایران داد در گزارش جدید گروسی در گروسی میگه که عدم همکاری ایران در این زمینه به طور جدی مانع از اون میشه که بتوان ماهیت سهل آمیز فعالیت های اون کشور رو تایید کرد علی اکبر در نامه توضیح به گروسی از رو دعوت کرده که در پایان این ماه برای گفتگوی بیشتر به تهران بره اما مدیر کل آژانس تلویحا دعوت رو رد کرده و گفته اون تاریخ روندی رو که باید تاکنون تمام می شده طولانی تر میکنه در گزارش دیگر که خبرگزاری رویترز اونو دیده آژانس ارزیابی خودش از میزان خسارت وارده به تاسیسات نتنز رو که ماه گذشته دچار آتش سوزی و قطع برق شد ارائه داده اون خسارت میتونه علت پایین ترین میزان تولید اورانیوم غنی شده تر تقریبا دو سال گذشته باشه گیتا آریان صدای آمریکا